برام خدا و با عرض سلام، امروز جمعه 25 میزان سال 1393 که برابر می شود به 17 اکتبر سال 2014 میلادی. بیننده تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان تا این ساعت از کابل نیوز است. در آغاز رویدادهای داخل کشور، رئیس جمهور احمدزاده می گوید به شمول شیرپور از مالکان تمامی جایدادهای غیرقانونی اعمار شده در شهر کابل به گونه اقساط قیمت این جایدادها را اصول خواهد کرد. رئیس جمهور احمدزاده که در گرد همایی به مناسبت بحث روی تغییر وضعیت شهر و چگونگی تعیین شاروال کابل سخن می گفت، تاکید کرد که در حکومت وی عملکردهای غیرقانونی شبه اعمار ساختمانهای شیرپور تکرار نخواهد شد و به شاروال کابل دستور داد که از مالکین جایدادهای شیرپور به گونه قسطوار بهای زمینهای غصب شده را حاصل کند. رئیس جمهور می گوید از وضعیت موجود در شهر کابل سخت ناراض است و بر آوردن تغییرات اساسی در اعمار و نظم این شهر تاکید دارد. با گذشت 13 سال از غصب زمینهای شیرپور و اعمار ساختمانهای غیرقانونی در این منطقه مهم شهر کابل، رئیس جمهور احمدزی بر اراده جدی برای بازپسگرداندن بهای این جایدادها به خزانه دولت تاکید میکند و از شاروال کابل میخواهد که طی اقساط بهای این جایدادها را از مالکان آن اصول کند. رئیس جمهور احمدزی که در گرد همایی به اشتراک کارمندان شاروالی کابل، اعضای جامعه مدنی و اعضای شورای ملی به هدف بحث روی وضعیت جاری در شهر و چگونگی انتخاب شاروال کابل سخن می گفت، تاکید کرد که عملکردهای غیرقانونی شبیه غصب شیرپور در حکومت وی تکرار نخواهد شد. یو شی وازی شیرپور نتکراریگی. او هر توکت شیرپور که قسط لری اقساط براکی شاروال صاحب قسط بیگی جمع کو. رئیس جمهور احمدزی در کنار انتقاد جدی بر نامگذاری جاده های شهر کابل، نبود توازن در انکشاف و ساخت و ساز این شهر، بر عدم میاری بودن کارهای ساختمانی نیز انتقاد کرده و بر تغییرات اساسی در شهر کابل تاکید کرد. من میخوام پلان کابل به یک مزایده بین المللی بگذارم که ما یک تصویر اساسی داشته باشیم که کابل چطور انسجام میدیم. آب به چی رقم انسجام پیدا میکنه؟ برفت به چی رقم انسجام پیدا میکنه؟ نقاط تمرکز ما چیست و مخصوصا سرک القوی کابل چطور انسجام میدیم که همه کابل جمع شد؟ هرچند رئیس جمهور احمدزی در روزهای اخیر بر نیاز آوردن تغییرات گسترده در سطح حوزه های امنیتی نیز سخن گفته است و دلیل ازدحام و بی‌نظمی در شهر را نیز به اخاذی های غیرقانونی توسط برخی از نیروهای امنیتی ربط می‌دهد که به گفته وی دلیل آن مداخله در کار تنظیف می باشد. رئیس جمهور احمدزی می گوید قوانین و اصول طرح و تصویب خواهد شد تا زمینه تطبیق یکسان آن بالای شهروندان عادی و زورمندان فراهم شود. تنفیذی قوا هم پکار ده. تنفیذی قوا باید دیو خارد پاره چی طول باند تطبیقی که. نه ده چی یو قسمت خلکو باند نه تطبیقی که او نور باند تطبیقی که. پده شوا بانده دی خار که عدالت نسیرات لد. رئیس جمهور احمدزی درخواست کمک از اعضای جامعه مدنی و شهریان کابل برای انتخاب شاروال این شهر بر نیاز ترتیب ماستر پلان تازه برای اعمار شهر و حل مشکلات موجود کانالیزاسیون در آن نیز تاکید می کند. گویی بین المللی بحران هشدار می دهد اگر حکومت تازه تشکیل شده افغانستان برای مشکلات اقتصادیش چاره‌جویی نکند، با بحران جدی اقتصادی روبرو خواهد شد. گروه بین المللی بحران در ارزیابی تازه اش از وضعیت افغانستان دریافت است که اگر برنامه اصلاحات در این کشور به گونه درست عملی نشود و کشورهای کمک کننده برای ادامه کمک‌هایش تشویق نشوند، در کنار مشکلات داخلی بیم تقویت روحیه در صف مخالفان مسلح نیز می‌رود. این گروه برای ادامه کمک‌های خارجی بر اعتماد سازی میان افغانستان و جامعه جهانی تاکید دارد.
با پایان تنش‌های انتخاباتی و تشکیل حکومت وحدت ملی امیدواری‌ها در داخل کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی بیشتر شده است، اما در بیرون از افغانستان ارزیابی نهادهای ناظر نشان می‌دهد که هنوز هم وضعیت در این کشور شکننده است و اگر برای رفع مشکلات موجود رسیدگی فوری صورت نگیرد و اعتماد کشورهای کمک کننده برای ادامه کمک‌هایشان جلب نشود، بیمان وجود دارد که دولت این کشور با مشکلات جدی مالی و امنیتی روبرو خواهد شد. اگر دولت جدید افغانستان برای بیرون رفت از بحران اقتصاد چاره جویی نکند، این کشور با مشکلات مالی بزرگ مواجه خواهد شد. دولت جدید افغانستان باید کشورهای خارجی را متقاعد نماید که کمک‌هایشان را برای برآورده شدن نیاز نیروهای نظامی افغان و رفع نیازمندی‌های افغان‌های ملکی به این کشور کمک کنند. گروه بین‌المللی بحران در گزارش تازه‌اش در رابطه با وضعیت پس از انتخابات افغانستان نوشته است، هرچند دو رقیب انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 با تشکیل حکومت وحدت ملی زمینه انتقال مسالمت آمیز قدرت را به وجود آوردند، اما این گروه با ادامه ضعف مالی دولت افغانستان از تقویت روحیه جنگ در میان مخالفان مسلح نگرانی دارد. دولت جدید افغانستان با بحران اقتصادی بزرگ مواجه است و اگر برای رفع این مشکل تدابیر مناسب و عملی اتخاذ نشود، بیم تقویت روحیه مخالفان مسلح وجود دارد. اشرف غنی احمدزاده رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت هرچند با تشکیل دولت وحدت ملی ثبات را برای انتقال قدرت به وجود آوردند، اما با وجود تشکیل این حکومت احتمال تنش‌های گروهی وجود دارد که می‌تواند برنامه اصلاحات را در معرض خطر قرار دهد. گروه بین‌المللی بحران به حکومت جدید توصیه می‌کند که در هفته‌های آینده برای جلوگیری از قرار گرفتن نام نهادهای مالی افغانستان در فهرست سیاه بانک‌های آسیایی دست به کار شده و اعتماد نهادهای کمک کننده در اجلاس توکیو را برای ادامه همکاری با افغانستان جلب کند. 1,000,000 تن از افراد نیازمند به مواد غذایی در افغانستان در سال روان از کمک‌های سازمان غذایی جهان به بهره خواهند شد. در حالی که بحران اقتصادی ناشی از تنش‌های انتخاباتی و ادامه جنگ در جنوب و شرق افغانستان زمستان پرچالش را برای شهروندان افغان پیش بینی می‌کند، سازمان غذایی جهان بودجه این سازمان برای افغانستان را $30,000,000 کاهش داده است. رئیس سازمان غذایی جهان برای افغانستان می‌گوید که کاهش در بودجه این سازمان وضعیت خانواده‌های نیازمند را بدتر خواهد کرد. کاهش کمک های کشورهای همکار سازمان غذایی جهان، گسترش وضعیت ناگوار ناشی از جنگ و مریضی ایبولا در جهان سازمان غذایی جهان را واداشته است تا در سال روان میلادی مقدار کمک های این سازمان در افغانستان را کاهش دهد. سازمان غذایی جهان که در بخش کمک رسانی به افراد نیازمند در جهان کار می کند، در سال روان به دلیل کاهش بودجه و بحرانی شدن وضعیت برخی نقاط دیگر جهان، $30,000,000 بودجه این سازمان برای افغانستان کاهش یافته است. وضعیت در جهان خیلی پیچیده و غیر منتظره شده است. به گونه مثال نیاز رسیدگی به ایبولا، وضعیت جاری در سوریه، عراق، جمهوریت‌های آفریقای مرکزی و عربستان سعودی نیاز به رسیدگی دارد. وضعیت نابهنجار در تمام این کشورها هزینه بیشتر را بر دوش کشورهای کمک کننده گذاشته و آنان نمی‌توانند تمامی نیازهای مردم افغانستان را مرفوع کنند. مناطق جنوب و جنوب شرق افغانستان برخی زیادی از خانواده ها وادار شدند تا خانه هایشان را ترک کنند و به گفته این سازمان با فرارسیدن فصل سرما آنان سخت به کمک غذایی و غیر غذایی نیاز دارند. با کاهش $30,000,000 در بودجه این سازمان برای افغانستان، 1,000,000 تن از نیازمندان در سال روان از دریافت کمک غذایی بی بهره خواهند شد. Food is something that everybody needs every single day. غذا نیازی است که هر انسان در زندگی روزمره به آن محتاج است. بنابراین وضعیت جاری خیلی جدی است. خواست من از کشورهای کمک کننده این است که باید افغانستان در صدر اجندای کمک آنان قرار داشته باشد. افغانستان فراموش شدن نمیتواند، به ویژه در وضعیت کنونی. در این حال آنانی که از بیم جنگ مناطقشان را ترک کردند
با فرارسیدن فصل سرما و ادامه جنگ در مناطقشان، قطع کمک ها و کاهش در بودجه سازمان غذایی جهان را برای زمستان سرد امسال خیلی نگران کننده می دانند. هفته آینده کار عملی حل مشکل برق ولایت های پروان، کاپیسا و پنچیر آغاز می شود. معاون اول رئیس جایوی حکومت می گوید تصمیم قاطی حکومت بر این است تا در فصل زمستان راه سالنگ باز نگه داشته شود و زمینه انتقال برق به این سه ولایت نیز به زودترین فرصت فراهم شود. انجینیر محمد خان که با وزیر فواید عامه برای بازدید سالنگ ها رفته بود می گوید اگر برای بازنگه داشتن سالنگ از همین اکنون آمادگی گرفتن نشود، مردم با مشکلات روبرو خواهند شد. راه سالنگ که از همین اکنون وضعیت بدی را دارد و همه راننده ها از خرابی سرک به شدت انتقاد می کنند، همه سال روزهای متواتر در فصل سرما مسدود می باشد. معاون اول رئیس اجرایوی حکومت که برای بررسی وضعیت سالنگ رفته بود می گوید با همکاری وزارت فواید عامه و مسئولان حفظ و مراقبت سالنگ ها در زمستان سال جاری تلاش می کنند راه را باز نگه داشته و از تلفات در این راه نیز جلوگیری نمایند. کدام تدابیر باید در نظر گرفته شود که اگر سر از امیالی آمادگی نداشته باشیم در وقت مشکلات داریم؟ در کل جایا اینمی پیغام ما را بگوین که فعلا ما یک تیم استیم، تیم اصلاحات و تداوم، دو تیم نیستیم، یک تیم استیم. انجینیر محمد خان معاون اول ریاست اجرایوی حکومت میگوید تصمیم قاطع بر این است تا در فصل سرمای زمستان در کنار بازنگه داشتن راه سالنگ زمینه انتقال برق به سه ولایت پروان، کاپیسا و پنچیر را به زودترین فرصت فراهم سازند و کار عملی آن شنبه آینده آغاز خواهد شد. فعلا فقط همین خبرتان گفته میتونم که قاطع تصمیم داریم، دولت قاطع تصمیم داره که انشالله مشکل برق ولسوالی جبل سراج، ولایت کاپیسا، پنچیر و در مجموع پروان ینمی باید حل شود. انجینر محمد خان میگوید حال دو تیم پیشین انتخاباتی یک تیم واحد هستند و هیچ نگرانی در رابطه وجود ندارد و آنها به صورت مشترک تلاش دارند تا در بخش‌های مختلف با هماهنگی مشترک کارهای خوب و مؤثر را برای بهبود زندگی مردم انجام دهند. ادامه تفرقه و جنجال‌های مذهبی در بلوچستان پاکستان بخشی از بازی بزرگ داعش در عراق است. منابع آگاه از وضعیت بلوچستان میگویند که سازمان استخباراتی پاکستان لشکر خراسان و گروه الفرقانی در بلوچستان پاکستان را برای تفرقه و جنجال‌های مذهبی گماشته است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان در گزارش تازه خود ابراز نگرانی کرده است که درگیری‌های مذهبی پاکستان بر اساس یک پلان طرح شده دامن زده می‌شود و در مقابل کشته شده‌های بلوچان و مبارزین مستقل تعداد گروه‌های افراطی هم رو به افزایش است. ولی با وجود کشته شدن تعدادی از بلوچان توسط گروه‌های افراطی، از چند سال به این سو در بلوچستان کشتار هزاره‌ها هم بیشتر شده است که بر اساس گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان 200 هزار تن شیعه با وجود درگیری‌های مذهبی مجبور به ترک مناطقشان در بلوچستان پاکستان شدند، چیزی که در حال حاضر در عراق و شرق میانه نیز جریان دارد. آگاهان میگویند زمینه‌های تفرقه‌های سنی و شیعه را در ایالت بلوچستان پاکستان سازمان استخباراتی پاکستان فراهم کرده است و به همین منظور دو گروه را نیز گماشته است. قبلا تنها یک به حساب شاخه نظامی یا بدون یونیفرم ایسا در اوجا فعال بود به نام گنجوی، مگر در تیمی چند ماه اخیر ما میبینیم که سازمان های مختلف را ایجاد کردن. سازمان های را کرد تا بعد از عملیات وزیرستان دیگر ایجا بر علی افغانستان و ایسا کاربرد نداشت، نامشان تغییر داد در بلوچستان فرستاد که این سازمان ها مثلا یکی لشکر خراسان به نام لشکر خراسان، سازمانی دیگه ایره که به حساب تیلک در اوجا به نام الفرقان. این آگاهان میگن گروه هایی که در بلوچستان پاکستان تفرقه های مذهبی را دامن میزنند با گروه داعش ارتباط مستقیم دارند. یکی از مذاهب اقلیتی که در بلوچستان زیاد فعال است و پیرو دارد زکری ها هستند که در حدود
800 هزار نفوذ دارن، عمدتاً مرکزشان در مکران هست و در طرابت عبادتگاهشان به نام کوه مراد و چشم مراد و همیشه در اونجا هست. در دیوان نویسی خود نوشتم که ذکری ها یا مسلمان شوند یا بمیرند. سر دادن این شعار از سوی گروه لشکر خراسان در بلوچستان که یا مسلمان شو و یا هم کشته شو چیزی است که در عراق شرق میانه گروه داعش در مقابل ایزیدی ها سر می دهند. عملکرد گروه های مرتبط با داعش در بلوچستان پاکستان نشان می دهد که ادامه جنگ مذهبی در بلوچستان یک بخش از بازی های بزرگ گروه داعش است. رئیس جمهور احمدزی به باشندگان ولایت قندهار تعهد سپرده است که پروژه انتقال برق به این ولایت را خود وی نظارت خواهد کرد. بزرگان قومی و والی این ولایت در گفتگو با رئیس جمهور از او خواستند تا در بخش‌های بازسازی، امنیت و اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی در این ولایت کار بیشتر صورت گیرد. از سوی هم شماری از سرمایه‌گذاران در ولایت قندهار علت اصلی بیکاری و توقف فعالیت شرکت‌ها را نبود برق می‌دانند و می‌خواهند تا به این مشکل رسیدگی شود. رئیس جمهور غنی در ادامه تماس‌ها و کنفرانس‌های ویدئویی‌اش با والیان و بزرگان قومی ولایت‌ها این بار در یک کنفرانس ویدئویی با مسئولان ولایت قندهار صحبت کرده و مشکلات آنها را از این طریق شنیده است. باشندگان ولایت قندهار مشکلات خود را در بخش‌های زراعت، معرف، صحت و نبود برق با رئیس جمهور شریک ساختند. بزرگان قومی ولایت قندهار در صحبت با رئیس جمهور نبود برق را یگانه دلیل بیکاری و متوقف بودن فعالیت فابریکه ها در این ولایت بیان می کنند و خواهان رسیدگی به این مشکلاتشان می باشند. وقتی چی برق نلرو مجد نسو که ولایی چی دم سایه و محلی پسر مشکل قابل بسند و ام در مشکل به چی در برق سنتی خدمات مچول دست کردید باید در پاک صناعتی خدمات بزیدیم. چیز مجد گمرکی طرفه باید چیز. طور امکانات و برگیری نه مکتب سه، نه معلم سه، او نشهده سه. استادان دید بیچارگان اگر مزدوکترین طبقه به درجه دید. معاش دوم رکم دید چی آقه دیو کور از سوی دیگر سرپرست ولایت قندهار به حمایت حکومت مرکزی از مبارزه جدی بر ضد فساد سخن میگوید و تاکید میکند که در سطح ولایات علت تطبیق نشدن پروژه های بزرگ و بنیادی محدود بودن صلاحیت های والی ها و توجه نشدن از سوی وزارت های سکتوری است. چون سرایت دیده به مرکز که بوده مرکز که تنبیش میگنوات چه پاک مجد رو پسار که اما زورت ما یه سراویه یه سر پینجوز میگنوات پینجوز میگن افغانی ریاست پاک در کابل که دید رو مستقیمان در جمعه اکسس رو تین که مقابل که مشکل بیاد که او میگن افغانی رو. رئیس جمهور غنی با سرپرست ولایت قندهار وظیفه سپرده است تا در کنار همه ادارات در این ولایت نهادهای عدلی و قضایی را زیر نظارت خود داشته باشد تا برای افراد مفسد جزای قانونی داده شود. در ادامه هم خبرهای جهان. رؤسای جمهور روسیه و اوکراین در شهر میلان ایتالیا با هم دیدار کردند. این دیدار در حاشیه نشست آسیا و اروپا صورت گرفته و در آن بر سر موضوع آتش بس در شرق اوکراین و صادرات گاز روسیه از طریق اوکراین بحث کردند. مقام‌های اتحادیه اروپا و روسیه این نشست را مثبت توصیف کردند. این نشست که قرار بود در مورد مسئله اقتصادی جهان برگزار شود، مسئله صادرات گاز روسیه به اتحادیه اروپا بر آن سایه افکنده است. From the European Union side,
از اتحادیه اروپا ما پیشنهاد دریافت کردیم که این گفتگوها که عمدتاً بر محور انرژی متمرکز است ادامه پیدا کند. امروز در اینجا به سطح کارشناسان گفتگوها صورت می‌گیرد و مقام‌های اوکراینی و اروپایی برای نشست که هفته آینده در بروکسل صورت می‌گیرد آمادگی می‌گیرند و در آن نشست در مورد چگونگی دریافت راه حل برای اختلافات میان روسیه و اوکراین بر سر انتقال انرژی صورت خواهد گرفت. Well, it was a positive meeting because it was with both the president. دیدار هر دو رهبر مثبت بود. پروشینکو و ولادیمیر پوتین به گونه واضح گفتند که آنها نمی‌خواهند جنگ ادامه پیدا کند و اوکراین تجزیه شود. بون کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار کمک فوری برای مقابله با بیماری ابولا شده است. بون کی مون میگوید از 1 میلیارد دلار کمک دهات شده، صندوق ویژه این سازمان تا اکنون تنها 100 هزار دلار دریافت کرده است. این درخواست سرمنشی سازمان ملل در حالی صورت میگیرد که انتقادات فزاینده از سوی شماری از رهبران جهان در مورد تلاش‌های جهانی برای مهار ایبولا بیان شده است. مقام‌های سازمان صحی جهانی هشدار دادند که شمار جان باختگان این بیماری از 4500 نفر بیشتر شده است و از این میان 236 نفر آن خدمه و نرس ها بودند. باشندگان شهر نصرالعین سوریه اجساد جنگجویان گروه دولت اسلامی را در کوچه های این شهر به نمایش گذاشتند. در ویدیویی که در اینترنت به نشر رسیده است نشان می‌دهد که اجساد شماری از جنگجویان گروه دولت اسلامی به دست باشندگان این شهر کشته شدند، در عقب موترها گذاشته شده و در کوچه ها به گونه رژن نمایش داده می شوند. در حالی است که درگیری‌ها در کوبانی سوریه و شماری از مناطق دیگر این کشور میان گروه دولت اسلامی و کردها و همچنان گروه های مخالف حکومت بشار اسد به شدت جریان دارد. مجموعه خبری ما در همین جا به پایان رسید. سپاسگزارم از همراهیتان. اوقاتتان خوش. خدا نگهدار.